خانم ها آقایان سلام، عصرتون بخیر، خیلی خوش اومدید به زوم نیوز امروز رادیو قبرس، بخش خبری جیهان آرام. قبرس از امروز هوا حسابی سرد شده، بادم که دیگه نگم براتون. تقریبا یک هفته تا 10 روز این سرما ادامه داره و حدوداً 10 درجه سردتر از میانگین فصلیه. بارش برف هم که برای ارتفاعات پیش بینی شده. وزرای خارجه روسیه و اوکراین برای نخستین بار پس از حمله روسیه به اوکراین در ترکیه به دعوت آقای مولود چاوشوغلو وزیر خارجه این کشور ملاقات کردند. وزیر خارجه اوکراین گفته دو طرف گفتگو رو برای یافتن راه حلی برای مسائل انسانی در اوکراین ادامه خواهند داد. وزیر خارجه روسیه هم گفته اونها بیشتر در مورد ابتکارات دوستان ترک در مورد مسائل بشر دوستانه بحث کردن. علی‌رغم اعلام دولت مبنی بر اینکه سوخت گرون نمیشه، یه بار دیگه شاهد افزایش قیمت ها بودیم و از امروز اجرایی شد. بنزین اکتان 98 19 لیر، اکتان 95 18.75، گازوئیل 21.7 و نفت 19.46. تحریم‌های اقتصادی سنگینی علیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و مدیران ارشد و بازرگانان اون کشور از سوی اتحادیه اروپا اعمال شده، اما گروهی از اولیگارشی‌ها با داشتن گذرنامه‌های دو تابعیتی از این تحریم‌ها مستثنا هستند. این افراد به دلیل خریدن گذرنامه‌های طلایی از کشورهای مالت، بلغارستان و قبرس جنوبی به عنوان شهروندان اتحادیه اروپا شناخته میشن. نسبت شهروندان روسیه با پاسپورت طلایی توی قبرس بیش از 50%. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آقای جوزف بورل اعلام کرده متن نهایی برای بازگشت امریکا به توافق هسته‌ای آماده شده، اما عوامل بیرونی باعث توقف مذاکرات شده بدون اینکه هیچ توضیحی در این مورد بده. چند روز پیش درخواست روسیه برای تامین منافعش در برجام علی‌رغم تحریم‌های جدید بر علیه این کشور پیچیدگی جدیدی به مذاکرات اضافه کرده. 3953 نفر بیماران جدید کرونا در ایران و موارد فوت شده 139 نفر اعلام شد. و حرف آخر این که اگه تو مرحله سختی از زندگیت هستی، زندگیت رو مثل یک بازمانده ادامه بده، نه مثل یک قربانی. دلتون شاد، لبتون خندون.